بسم الله الرحمن الرحیم. مسئولین عزیز و گرامی، به جلسه 43 مدیریت دیتابیس یک خوش آمدند. مسئولین عزیز، در قسمت اهمیت امنیت در اسکل سرور بحث کردیم. حالا می رسیم بالای روش های امنیت در اسکل سرور. روش های امنیت در اسکل سرور متفاوت می تانه باشه و در اینجا مختلف روش ها هست و که به خاطر امنیت اطلاعات و دیتابیس ها در اسکل سرور در نظر گرفته میشه و این روش ها در واقع اوتورایزیشن، اوتنتیکیشن، اکاونتینگ بالای اسکل سرور انجام میده. ما یکی از روش های پرمیژن داریم و روش های لاگین داریم، روش های یوزر داریم، رولز داریم، کردنشنیال داریم. مختلف روش های وجود داره که روش ها باعث امنیت در اسکل سرور میشن. مثلا عزیز، پیش از که در روش های امنیت ما مطالعه داشته باشیم یا که بالای از بحث بکنیم، ما در این قسمت یک شیوه از روش های امنیت در اسکل سرور اینجا برای شما ترسیم میکنیم تا اینکه شما خوبتر بدانیم که چطور میتونیم که در به اساس از روش ها در اسکل سرور دسترسی داشته باشیم و متکی به امو روش های باشیم که میتونیم دسترسی به اسکل سرور داریم. مثلا عزیز، قسمی که شما به شما گفته شده بود، ما در این قسمت یک دیتابیس داریم و اینجا دیتابیس ماست و دیتابیس ما در واقع اسکل سرور است و اینجا اسکل سرور داریم. اسکل سرور در واقع در این قسمت وجود داره و اسکل سرور است و اسکل سرور ما توسط ای در واقع توسط یک وسیله دیگه، به طور مثال اینجا سویچ اگر داشته باشیم و توسط سویچ وصل است. اینجا ما سویچ داریم، مثلا عزیز باز در داخل در سویچ ما یوزرهای مختلف هم داشته باشیم. اینجا ببینید که یوزرهای مختلف داریم و این یوزرها در واقع هر کدام از این میخوان که به دیتابیس ما دسترسی داشته باشند. مثلا عزیز، ما به طور مثال یوزر یک داریم، یوزر دو داریم، یوزر سه داریم، یوزر چهار داریم، یوزر پنج داریم. اینجا پنج یوزر است میخواه که به دیتابیس اسکل سرور وصل شوند. خود در اینجا به خاطر از اینکه ما بتانیم که به اسکل سرور اینا وصل شوند، ما باید برای از اینها پالیسی های امنیتی را وضع بکنیم و این پالیسی های امنیتی باید به اساس مقرره ها و پالیسی هایی که در اسکل سرور است باید داده شود برای از اینها و این یوزرها میتونن که دسترسی داشته باشند. مثلا این عزیز، هر یوزری که میخواد که داخل سیستم شود، در اینجا سه مرحله باید انجام شود که تا اینکه اینها داخل شوند و به شکل درست از منابعی که در اسکل سرور است استفاده بکنند. یکی از مکانیزم هایی که به خاطر وصل شدن یا به خاطر از اینکه اینا به شکل امن دسترسی داشته باشند و به اساس از منابع اسکل سرور استفاده بکنند، این مدل یا فرمورک تریپل ای است. تریپل ای در واقع یک مدل، یک فرمورک به خاطر امنیت یا به خاطر دسترسی داشتن و استفاده از سیستم های سرورها به شکل امن می باشد. این فرمورک در واقع ای از ای در واقع از اوتنتیکیشن گرفته شده. اوتنتیکیشن در واقع عبارت از پروسه هست، گفتیم که قبلا ما بحث کردیم که پروسه دسترسی به اسکیول سرور یا سرور می باشه و پروسه دیگه یا ای دیگه از اوتورایزیشن گرفته شده. اوتورایزیشن از اوتورایزیشن گرفته شده و ای دیگه از اکاونتینگ گرفته شده. اکاونتینگ بنابراین مثلا عزیز، اینجا ببینیم که ما سه موضوع اساسی را داریم که به اساس از این میتونیم که پالیسی های امنیتی را در اینجا در اسکل سرور در نظر بگیریم. اوتنتیکیشن پروسه ای هست که یوزرها میخوان که با یک نحوی با استفاده از یک پالیسی های امنیتی یا با استفاده از پروسه های اوتنتیکیشن یا پالیسی های لاگین یوزر میتونن که داخل سیستم شون و دسترسی به دیتابیس داشته باشن
و اوتورایزیشن به این معنی است که یک یوزر وقتی که اوتنتیکیت میشه یا دسترسی به سیستم می داشته باشم، باید در اینجا ما صلاحیت مشخص بکنیم که همین یوزری که داخل سیستم میشه چی کار کرده بودانم، یعنی با کدام منابع را استفاده کرده بودانم و کدام حقوق میتونه که بالای سیستم خود انجام بودم. بنابراین در اینجا ما اوتورایزیشن در نظر میگیریم. موضوع دیگه اکاونتینگ است. اکاونتینگ به این معنی است که ما صلاحیت دادیم که دسترسی به سیستم داشته باشد و همچنان صلاحیت دادیم که از منابع برایش یک مقدار منابع را استفاده بکنم. موضوع دیگه اکاونتینگ است. اکاونتینگ به این معنی است که در این دیتابیس یوزر یا استفاده کننده چی کار انجام میده، یعنی به منابعی که دسترسی داره، به منابعی که میخواه کارها را انجام بدن چطور بتونیم که مشاهده بکنیم، نظارت بکنیم، تفتیش بکنیم. و در این قسمت ما موضوعات دیگر داریم که انشاءالله بعدم میخوانیم. این قسمت اکاونتینگ است. خب مثلا عزیز، یکی از موضوعاتی که خیلی مهم است، موضوعاتی است که ما معمولا اکاونتینگ آف ال هال میمونیم، در قسمت اوتنتیکیشن و ترانزیشن بس میکنیم. در قسمت اوتنتیکیشن مثلین عزیز، در اینجا ما به خاطر از اینکه بتانیم یوزرها دسترسی داشته باشن به اسکیول سرور، اسکیول سرور از دو میتود الی سه میتود اوتنتیکیشن استفاده میکنن. یکی از میتودهایی که در اینجا این میتونه که یک مجموعه یوزرها باشه یا گروپی از یوزرها باشه، و میتونیم که یک مجموعه در واقع یک مجموعه از یوزرها را اجازه بدیم یا یک یوزر اجازه بدیم. به خاطر اوتنتیکیشن اسکیول سرور از سه میتود استفاده میکنم. معمولا در اینجا یکی از ویندوز اوتنتیکیشن استفاده میکنم. ویندوز اوتنتیکیشن به این معنی است که یوزر با استفاده از پسورد یوزرنیم سیستم عامل خود، هر یوزر فکر بکنن که سیستم عامل ویندوز هم داشته باشه. بنابراین هر یوزر میتونه که با استفاده از یوزرنیم پسورد خود، با استفاده از یوزرنیم و پسوردی که خودم داشته، پسوردی که دارن، با استفاده از دو شکل یا از دو میکانیزم به خاطر اوتنتیکیشن کردن یا دسترسی به اسکیول سرور میتونه استفاده بکنه. بنابراین زمانی که ما یک یوزر را میخوایم که دسترسی بتیم به اسکیول سرور یا بتونیم که اونها را اوتنتیکیشن انجام بتیم، اینجا ببینیم که دو نوع یوزر ایجاد میشه. بعضی یوزرهای داریم که در داخل خود اسکیول سرور وجود دارن، یوزرهای اسکیول سرور یوزر یاد میگیرن، اما بعضی یوزرهای داریم که مثلا از طریق خودشان، از طریق خود ویندوز داخل میشن. اما یکی از یوزرهایی که بسیار مهم است که معمولا زیاد در ارگانیزیشن ها یا در کمپانی های بزرگ از او استفاده میشوه و از او میتود استفاده میشن، دومین است. ما در واقع مثلا یک وسیله دیگه داریم به نام ویندوز سرور. ویندوز سرور داریم. در اینجا ویندوز سرور در واقع در داخل خود اکتیف دایرکتوری یوزرز نداشته باشه، یعنی ما میتونیم که در اینجا یک دومین ایجاد بکنیم. وقتی که دومین ایجاد میکنیم، تحت از دومین یک مجموعه یا یک گروپ از یوزرها در اینجا معرفی میشن و هر یکی از یوزرها وقتی که ما میخواییم که تمامی از یوزرها برای وسایل خود داده شوه، برای از این کمپیوترها داده شوه، ما چی کار میکنیم؟ تمامی اینمی کمپیوترها را، تمامی از این را تحت از دومین میاریم و هر یوزر از یوزرنیم و پسوردی که در این دومین وجود داره، از یوزرنیم و پسوردی که در اینجا وجود داره استفاده میکنه. وقتی که از اینجا استفاده میکنن، اگر میخواین که به اسکیول سرور وصل شوه، اینجا در واقع یوزر میخواد به اسکیول سرور وصل شوه، اینجا چی کار میکنه؟ از یک گروپی از مجموعی از یوزرها استفاده میکنن، از یکی از یوزرنیم ها و پسورد ها استفاده میکنن و از طریق از اون خود اوتنتیکیت میکنن به اسکیول سرور.
این در واقع شیوه دیگرش است که معمولا در شبکه های انترپرایز زیادتر از این اسم مورد استفاده قرار میگیرم. خب در اینجا ما گفتیم که ویندوز اوتنتیکیشن است. اگر ویندوز اوتنتیکیشن را بگیرم میشه که خود کامپیوتر یا به شکل مستقل یوزر نیم پاسورد داشته باشه، از این استفاده بکنم، من حیث خود اوتنتیکیت بکنم، من حیث یک یوزر و به دیتابیس اسکیول سرور دسترسی داشته باشم. اما اگر ما این یوزرها را تحت دومین داشته باشیم یا در یک ویندوز سرور اکتیو دایرکتوری را ایجاد بکنیم، یک مجموعه از یوزر نیم پاسورد ها را داشته باشیم، میتونیم یکی از این یوزر نیم ها و پاسورد ها را به این یوزر ها بدیم و این یوزر ها از طریق قضیه میتونن که به اسکیول سرور دسترسی داشته باشن. این در واقع مربوط میشه به ویندوز اوتنتیکیشن. متد دیگه مثلا نیازیز متد دیگه میتونه که متد این باشه که خود متد دیگه به نام اسکیول سرور اوتنتیکیشن است. اسکیول سرور اوتنتیکیشن در واقع به این معناست که ما از یوزر نیم پاسورد ها یا از یوزر نیم پاسورد های ویندوز سرور یا از یوزر نیم ها و پاسورد های یوزر ها استفاده نمی کنیم. ما یک مجموعی از یوزر ها را در اسکیول سرور تعریف می کنیم. یک مجموعی از یوزر ها در اسکیول سرور می داشته باشیم، مثلا مثال به نام احمد، به نام اسد و هر کدام از یک پاسورد می داشته باشه، ما تعریف میکنیم یک مجموعه از یوزرها را تعریف میکنیم و به اساس از یوزرها یوزرنیمها ما میتونیم که به اسکیول سرور وصل شیم. خب در اینجا وقتی که از اسکیول سرور استفاده میکنیم اینجا ما تنها توانستیم که از یوزرهای اسکیول سرور در اینجا استفاده کردیم. ما بعد میتونیم که از طریق پاسورد و یوزرنیمهای یوزر یا از طریق پاسورد و یوزرنیم هایی که در دومین وجود داره داخل سیستم اسکیول سرور شد. بنابراین در این قسمت مهمترین موضوع از این است که ما میتونیم که هم از طریق ویندوز دومین یا از طریق ویندوز سرور با استفاده یوزرنیم ها و پاسورد هایی از میتونیم که وصل شویم و هم از طریق خود ویندوز یوزرنیم ها و پاسورد های خود یوزر ها میتونیم وصل شویم و همچنان میتونیم که از طریق اسکیول سرور اوتنتیکیشن یا از طریق یوزرنیم هایی که در اسکیول سرور است وصل شویم. یعنی سه میکانیزم یا سه روش به خاطر اوتنتیکیشن در اسکیول سرور موجود است که ما میتونیم انجام بدیم. بنابراین مثلا عزیز این پروسه اوتنتیکیشن است، یعنی پروسه تصدیق هویت است، پروسه احراز هویت است تا اینکه به اسکیول سرور دسترسی داشته باشیم. خب مثلا عزیز تا اینجا ما با اسکیول سرور دسترسی پیدا کردیم. خب یکی از موضوعات اساسی عزیز که وقتی که دسترسی پیدا کردیم به اسکیول سرور، خب ما باید یک تعداد کارها را انجام داده بتانیم، یک تعداد موضوعات انجام داده بتانیم که به دیتابیس ها دسترسی داشته باشیم یا دیتابیس ها را تغییرات بدیم یا دیتابیس ها را ایجاد بکنیم یا ای که بتانیم که در واقع به اساس اوتنتیکیشن یا دسترسی که به سرور داشتیم بتوانیم که در واقع به منابعی که نیاز است و با مصالحات هایی که نیاز است به او دسترسی داشته باشیم. در اینجا باز پروسه دوم که اوتورایزیشن است در این قسمت میرسیم. اوتورایزیشن در واقع به این معناست که ما وقتی که دسترسی به اسکیول سرور داشتیم در اینجا یک تعدادی از قوانین یا پالیسی های امنیتی به خاطر دسترسی به منابع دیتابیس ها و تیوال ها برای ما اسکیول سرور باید داشته باشیم. در اینجا با استفاده از یک تعداد پالیسی های امنیتی که در اسکیول سرور مثلا ما رولز داریم، توسط رولز ها ما میتونیم که اوتورایزیشن انجام بدیم، یعنی صلاحیت مشخص بکنیم که به کدام دیتابیس ها میتونیم که دسترسی داشته باشیم، به کدام تیبل ها یا جدول ها میتونیم دسترسی داشته باشیم و چی کارها را کردن میتونیم، آیا تیبل را دراپ کردن میتونیم یا نمیتونیم، آیا کریت کردن میتونیم یا نمیتونیم، آیا التر کردن میتونیم یا نمیتونیم و همچنان به دیتابیس ها چی کار کردن میتونیم، آیا واقعا تیبل ها را دیتا را انزرت کردن میتونیم یا نمیتونیم، آیا واقعا دیتا ها را استخراج کردن یا سلیک کردن میتونیم نمیتونیم، آیا دراپ کردن میتونیم تیبل ها را نمیتونیم، یعنی کدام صلاحیت ها برای ما داده شد.
بنابراین در این قسمت مثلا عزیز پر اهمیت ترین موضوع اوتنتیکیشن و اتورایزیشن است که در قسمت اتورایزیشن اگر ما یوزرها را دسترسی به اسکل سرور بدیم، اما متاسفانه که اتورایزیشن نسازمشان، یعنی صلاحیتشان مشخص نکنیم که چقدر صلاحیت می داشته باشند، به کدام منابع صلاحیت می داشته باشند، اگر این کار انجام ندیم ما با مشکل مواجه میشیم. چرا ما یک یوزر فقط دسترسی دادیم که دسترسی میتونه داشته باشد، اما نمیتونه که در اینجا یک رولی داشته باشه یا یک نقشی را بازی بکنه که با اساس از اون نقش بتونه که به تمام اطلاعات یا به قسمت اطلاعات چه بکنه دسترسی داشته باشه، دسترسی داشته باشه و استفاده بکنه. مثلا عزیز درس امروزی شما همین کانسپت اوتنتیکیشن اوتورایزیشن بود که به مورد بحث قرار دادیم و خواستیم که شبه های دسترسی به اسکول سرور و همچنان شبه های اوتورایزیشن به اسکول سرور را برای شما بحث بگیریم. درس امروزی شما به اینجا به پایان میرسه. خدا حافظ و ناصرتان. روزتان خوش، بخیر باشین.